مهمانم رحمت الله حسن آگاه رابط بین ملل که سویدن رو خفت کرد با ماست بس میکنیم. حسن صاحب سلام، خوش آمدید به برنامه. آیا شما هم فکر میکنید که نشست دو روزه دوحه به میزبانی یا به ابتکار سازمان ملل در دوحه ناکام است و شکست خورده؟ سلام به شما و همتان عزیزم. ببینید، اشتراک نکردن یک طرف قضیه که طالباست در جلسه دوحه، یعنی جلسه شکست است. اعضای ملل متحد و گروپ کشورهایی که با هم توافق نظر داشتن جلسه را پیش بودن، یعنی از امارات اسلامی، هیچ کس اشتراک نکرد. طرف قضیه اساسی امارات اسلامی بود در پیشنهادهایی که ملل متحد و جامعه جهانی برازی میگفت یا آیا قبول میکردن یا نمیکردن. بنابراین پیشنهاد روسیه، سخن روسیه بسیار دقیق است. این جلسه شکست خورده، هیچ دستاوردی نداره بجز از یک تعداد آدم ها آمدن به هتلای پنج ستاره شش تن سکایپ کردن، غذا خوردن، سفر خط گرفتن و خیر رفتن در خانه های خود. هیچ دستاوردی برای مردم افغانستان این نداشت. درست. در این نشست روسیه چه نقش داشت؟ ببینید، روسیه تدابیری را که آمریکایی ها در مسائل افغانستان، انگلیس ها در مسائل افغانستان که می بوده، روسیه در هر حالتش نظریات و آیده های دیگری دارد. روسیه به این اعتقاد داشت که این جلسه، جلسه قابل قبول بر روسیه، ایران، چین به این کشورها نیست. از امروز اول که وقت طالبها افسران نکرد، اما هنگی طالبا با چین، روسیه، ایران حمله ها بدن که در این جلسه اشتراک نکردن و طالبا اشتراک نکردن، روسیه هم اشتراک نکرد، بخاطر از اینکه یعنی با طالبا توافق نظر داشتن در اتفاق. درست. ولی اگر امارت اسلامی در این نشست هیئت روان میکرد یا نماینده روان میکرد، آیا نتیجه برعکس میشد؟ ببینید، اگر امارت اسلامی این انگیزهش چرا اشتراک نکرد؟ امارات اسلامی را به صفت یک دولت در این جلسه قبول نکرد، مثل یک گروه های کوچک دیگر گروپ های داخل میشن در اون قبول کردن و نماینده خاصی را که میخوان در مورد افغانستان انتخاب کنند، امارات اسلامی به این توافق نظر نداشت. میگه این ما رای حل مسائل است که ما و ملل متحد با هم صحبت میکنیم. اون نماینده خاص تصور طالب ها و روسیه چینایی ها بودن که باید در سر مسائل افغانستان اسناد و موارد جمع کنه، در آینده امریکایی ها، انگلیس ها کنن اقدامات عملی در مورد افغانستان انجام ندهند. به اون خاطر یا این دست شرایط درک کردن و طالب ها در این اشتراک نکردن. شما پیشتر در صحبتاتون گفتین آقای حسن که روسیه با امارت اسلامی توافق نظر داره. چگونه؟ یعنی آیا سیاستش در قبال افغانستان سیاستی نیست که مثلا آمریکا در قبال افغانستان داره، یا سیاستش مثبت است در قبال افغانستان؟ ببینیم، روس ها امروز در سطح جهان، اینایی ها در سطح جهان، ایرانی ها در سطح جهان یک تصادمی بسیار جدی را با جهان غرب، خصوصا آمریکا، انگلیس دارن. جاهایی که منافع از یا اگر مراعات نشه و امور روس ها امور جریان ها را اخلال میکنن، اما تو که آمریکایی ها پروسه های برای دمار روس و چین اخلال کردن و روسا این نهضت هایی که در این ارتباط کار میکنن اخلال میکنن. یک موضوع بسیار جدی فعلا موضوع پاکستان است. پاکستان در یک حالت عبوری قرار داشت، گرچه عمران خان یا زندانی کردن، تحقیر کردن، توهین کردن، ولی عمران خان زیادترین رای آورد در پاکستان، به خاطر از اینکه مردم پاکستان فهمیدن کسایی که امروز در پاکستان در قدرت هستن شبکه های مافیایی دزدا هستن و عمران خان میتونه در آینده یک رهبر بالقوه واقعی برای مردم پاکستان شود، مثل که اردوغان در ترکیه است. به اون خاطر پروسه های جابجایی قدرت در منطقه خیلی در حال رشد است. کسانی میتونه که بازی های درست سیاسی را انجام بده. گرچه من قبلا هم در مصاحبه خود در طالب ها گویزت کرده بودم در این جلسه هیچ اشتراک نکنه، اشتراک به فایده شما نیست، به ضرر شما است، ما این را پیشبینی کرده بودم. درست. پس هر نوع ابتکار بدونی که امارت اسلامی از او حمایت بکنه ناکام است یا محکوم به شکست؟ ببینی، امارت اسلامی امروز در افغانستان اشراف کامل دارد، امنیت در افغانستان برقرار کرده، کارهای عملی صادرم در حال انجام دادن است.
ولی هیچ کشوری جرأت نمیکنه امارات اسلامی را به رسمیت بشناسه. علت و انگیزه شد که پاکستانی ها مواد جمع میکنند در برابر امارات اسلامی که بتانند امارات اسلامی را و افغانستان مرکز تروریسم در جهان یا تبلیغ بکنند. امریکایی ها برای پاکستان، انگلیس ها برای پاکستان هم نوایی دارن که امارات اسلامی را در ذهنیت منطقه و جامعه افغانستان ذهنیت خراب بکنن، مردم را در برابر امارات اسلامی تشویق کنن در آینده ها انکشافات جنگی و انکشافات ضد امارات اسلامی در منطقه زیاد شود. اگر کوتاه جواب بدین، با توجه به اظهارات مقام های روس گفتم میتونیم که در آینده روسیه یک نقش مؤثر مثبت و خوب در قبال افغانستان بازی میکنه. ببینید روس ها در طول تاریخ بازی هایشان اکثریتش منفی بوده در افغانستان. امروز روس ها در افغانستان یک هدف اساسیشان همین است که بتانند تجارت اموال خود بر افغانستان بکنند. مسائل صرافی ها در افغانستان زیاد است، روس ها بانک هایشان بلاک است. هدف اساسی روس ها تجارت است و در هر جایی که کارهایی را که امریکایی ها میخوان انجام میتن روس ها در برابرش قرار میگیرند. تشکر آقای رحمت الله حسن، آگاه روابط بین الملل که سویدن با ما بودن. ممنون از شما.